سلام شاگردای عزیز، به امید ازی که جور و صحتمند باشین و کار خانگی تان حل کرده باشین و درسان مرور کرده باشین، من مطمئن هستم که انشاءالله شما این کار انجام دادین. و همچنان قبل ازی که درس جدید آغاز کنیم، یک مرور به درس گذشته میکنیم. آیا به یادتان است که درس گذشته ما و شما چی بود؟ درس گذشته ما و شما بود انعکاس نور. بسیار خوب، انعکاس نور میگیم هرگاه اشعه نور بعد از برخورد بالای یک سطح دوباره بازگشت میکنه، اینمی بازگشت اشعه نور به نام انعکاس نور یاد میکنن. و ما و شما دیدیم که در اثر انعکاس نور اجسام غیر نورانی قابل رؤیت میشن. و همچنان ما و شما در درس گذشته خواندیم که وقتی که شعاع نور بالای یک سطح هموار میتابه، به عین زاویه که میتابه به عین زاویه منعکس میشه. یعنی شعای وارده و شعای منعکسه را شما در اینجا شناختین. در اینجا من براتون رسم میکنم، شما ببینین. فرضاً اینجا یک سطح داریم، فرضاً یک آینه باشه. ما اینجا یک عمود نرمال هم در نظر میگیریم تا خوبتر بفهمیم. این شعاع را چی گفتیم؟ شعاع وارده. و این هم شعاع منعکسه. این عمود نرمال است، یک خط است که تصوری شما در نظر میگیرین تا اندازه زاویه وارده و زاویه منعکسه را بفهمید. خب، وقتی نور بالای یک سطح هموار صیقلی میتابه، این شعاع را به نام شعاع وارده ما یاد میکنیم و این شعاع را به نام شعاع منعکسه. اگر نور بالای یک سطح غیر هموار یا نامنظم برخورد کنه، بازم نور دوباره منعکس میشه، اما به صورت منظم نمیباشه، به صورت نامنظم، که به درس های بعدی به خیر میخوانیم. خب، درس آیا شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آیا تمام اجسام نور در جذب و انعکاس نور عین چیز است؟ یعنی تمامشان عکس العمل یکسان از خود نشان میدن؟ به خاطر فهمیدن این موضوع، درس امروز ما هست عمل متقابل نور با ماده. مضمون فیزیک صف هفتم، موضوع عمل متقابل نور با ماده، صفحه 63. هدف آموزشی ما است شاگردان الی آخر ساعت درس به اهداف ذیل دست یابند. درک مفهوم عمل متقابل نور با ماده، یعنی تعریف کنن بفهمند که عمل نور با ماده چطور عکس العمل نشان میده. کسب توانایی حل سوالات مربوط به این فصل، کسب مهارت تفسیر و نتیجه گیری از فعالیت، که ماده درس دو فعالیت داریم، فعالیت انجام میدیم و بعدا شما از اون نتیجه گیری کرده میتونیم. خب، عمل متقابل نور با ماده، ما و شما در درس قبلی خواندیم که هرگاه نور به اجسام برخورد میکنه، این چی میکنه؟ انعکاس میکنه و سبب دیدن اجسام میشه. همچنان ما و شما دیدیم که نور بالای اجسام مختلف میتابه. یعنی شما در بیرون میبینین که همه چیز است، موتر است، سرک است، درخت است، سنگ است، چوب است، پس نور بالای تمام از این اشیا میتابه. و اجسام نیز به نحوی نور از خود چی میکنن؟ انعکاس میدن. در اینجا سوال به وجود میاد که آیا عکس العمل اشیا در برابر تابش نور یکسان است یا مختلف؟ اشیا نور را به طور یکسان انعکاس میدن یا به طور متفاوت؟ برای جواب این سوالات ما اینجا یک فعالیت انجام میدیم که ببینیم که آیا تمام اشیا در برابر تابش نور یکسان عکس العمل از خود نشان میدن یا نه. ما در اینجا چی میکنیم؟ دو ترمومتر ببینین، دو ترمومتر میگیریم که این دو ترمومتر مخزن یکی از ترمومترها را ما همراه یک جسم سیاه میپوشانیم.
یک تکیس یا یک سفیس یا یک جسمی که شما ببینین توسط از این مغزن از این ترمومتر را میپوشانم. بعد از او این را میبریم در آفتاب قرار میدیم. در سن اولی میریم و ترمومترها را در معرض شعای آفتاب قرار میدیم و بعد از دو دقیقه اندازه ازی را میخوانیم. حالا اول اندازه ازی هر ترمومتر را میخوانیم. چون هر دوش در یک فضا قرار داره میخوانیم درجه حرارت هر کدامشه. میبینیم که از این ترمومتر 35 و از این هم چون سیما بس که میخواندنش مشکل است از این هم از 35 درجه. هر دوی هزیره میبریم در صحنه اولی و تجربه خود 4 بار اندازه میکنیم. حال ما شما میریم در صحنه اولی و تجربه را عملا انجام میدیم. خوب شاگردای عزیز، به خاطر که از زیای وقت جلوگیری کنیم، ما این تجربه را 4 بار بعد از 2 دقیقه بعد ما این تجربه را انجام دادم و نتایج زوره در جدول بر شما درج کردم. ببینین در شروع دیدین شما که هر دو ترمومتر 35-35 درجه بود. بعد از 2 دقیقه ترمومتری که مغزنش سیاه بود ای به 50 رسید و ترمومتری که عادی بود یعنی مغزنش کدام پوش یا چیزی نداشت ای به 40 درجه رسید. و بعد از 2 دقیقه بعدی یعنی بعد از 4 دقیقه باز اندازه کردم 65 درجه شد و درجه حرارت ترمومتر عادی 45 درجه. بعد از او بعد از 6 دقیقه یعنی 2 دقیقه بعد از او بازی را اندازه کردم 78 درجه شد و از ترمومتر عادی 48. و بعد از 8 دقیقه که را اندازه کردیم 80 درجه شد و ترمومتر عادی به 50 درجه رسید. شما ببینید تفاوت که او که یک جسم سیادش پوشانده شده بود، مغزنش توسط یک جسم سیاه پوشانده شده بود، درجه حرارتش تا 80 درجه رسید. یک تفاوت بسیار زیاد است. از اینجا میبینیم که اجسامی که رنگهایشان مختلف هستند، با رنگ متفاوت دارند، همین قسم در جذب و انکسار نور هم از خود عکس العمل متفاوت نشان میدن. و جسم سیاه تمام نور را جذب میکنه، یک مقدار بسیار کمش منتشر میسازه یا منعکس میسازه. و به خاطر از این که ما و شما از این آزمایش خود ما این نتیجه را میگیریم که درجه حرارت ترمومتری که مخزنش سیاه است نسبت به ترمومتر عادی چی است؟ بیشتر است. به نظر شما چی سبب شده که ترمومتر سیاه رنگ درجه حرارت بیشتر را نشان بده؟ میفهمیم که رنگ سیاه نور زیادتر جذب میکنه، بیشتر جذب میکنه. از همین خاطر است که ترمومتری که پوش سیاه داره نور زیاد جذب کرده و درجه حرارتش زیادتر بلند رفته. خب اجسامی که نور بیشتر جذب میکنن گرمتر میشوند. آزمایش نشان میده که جسم ها در میزان جذب نور آفتاب به طور متفاوت عمل میکنن. پس از اینجا میفهمیم که در جذب و انتشار نور اجسام چی میکنن؟ عمل یا عکس العمل متفاوت از خود نشان میدن. بعضا نور زیادتر جذب میکنن، بعضا زیادتر شما منعکس میسازن. و جسم که دارای رنگ سیاه بیشتر نور جذب میکنه و مقدار بسیار کم نور منعکس میسازه. ما در اینجا شما میفهمین که نور آفتاب 7 رنگ داره. ما اینجا یک آزمایش دیگه را انجام میدیم. ای هم در صحنه اولی انجام میشه. ای منشور است. منشور وظیفه که بدن باز درباره از معلومات بیشتر برتان میدم. منشور وظیفه شی است که نور آفتاب به 7 رنگ تجزیه میکنه. و ما ای را میریم در صحنه اولی میبینیم که ای نور چطور به 7 رنگ واقعا به 7 رنگ تجزیه میکنه یا نه. این عمل ما شما میریم در صحنه اولی میبینیم. خوب شاگردای عزیز، شما دیدین که منشور
نور به هفت رنگ تجزیه کرد و ما اونمو نور سرخ و سبز و زرد ما زیادتر آبی را در این مشاهده کردیم. خلاصه درس براتون میگم، آیا آزمایش ها بر ما نشان داد که جسم ها در میزان جذب و انعکاس نور، نور آفتاب به طور متفاوت عمل میکنن. جسمی که دارای رنگ سیاه است بیشتر نور آفتاب جذب میکنه و مقدار بسیار کمش منعکس میسازه. اجسام تمام رنگ های نور جذب میکنن، تنها نور همرنگ خود را منعکس میسازن. شاگردای عزیز، سوالای کارخانگی یک بار ما برتان میخوانم. یک شخص لباس سیاه و شخص دیگر از نوع همان لباس، یعنی تکه هر دوش یک چیز بوده، ولی به رنگ سفید را به تن دارن، در فصل تابستان در برابر عشای آفتاب بدن کدام یک زودتر گرم میگردد؟ سبب آن چیست؟ سوال دوم گفت، اگر توته یخ یکسان یعنی یک اندازه باشه در بین دو پارچه که یکی سیاه و دیگری سفید بپیچانیم و در برابر نور آفتاب قرار دهیم، کدام یکی از توتهای یخ زودتر آب خواهد شد؟ علت را توضیح دهید. انشاءالله که من میفهم که شما علت چه میفهمید. بسیار خوب، این بود سوال کارخانگی شاگردا و دخترای عزیز. درس امروز ما به پایان رسید و به امید از اینکه شما کارخانگیتان انجام بتین، درستان بخونین. تا دیدار بعدی، خدا حافظ.